با شما هستیم در ادامه برنامه. خوش آمدین، وقتتان بخیر. خوشبختانه مهماندار هستیم با استاد محمد آصف شهریار، استاد دانشگاه، در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در مورد شایسته سالاری در جامعه صحبت می داشته باشیم. پس شما هم همراه باشین تا آخرین لحظات این بخش. سلام استاد، صبحتان بخیر. خوش آمدین. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. کرشمه جان، برای شبانه جان بسیار تشکر از دعوتتان. لطف کردید. ممنون از اینکه تشریف آوردین. پس بیشتر صحبت‌ها رو در مورد شایسته سالاری در جامعه مشنیم از شما در مقدمه است. ان شاء الله. قبل از اینکه بریم سر اصل بحث، ما یک تسلیت میگویم برای خانواده‌هایی که دیروز عزیزای خود از دست دادن و برای بازمانده هایشون صبر جمیل و برای زخمیایی که در شفاخانه هستن شفای عاجل می‌خوایم. بدون شک مسئولین عزیز ما از امروز جمله سربازای هستند که سلاح ندارند، سلاحشان قلم است. کسایی هستند که میرن درس میخوانند فقط به خاطر آبادی و امران کشور ما کار میکنند، با نهایت زحمت، با نهایت کوشش. ما در صحن درس هستیم، در صحن دانشگاه هستیم، میبینیم که مسئولین به چقدر مشکل، به چقدر کمبودی های اقتصادی، حتی صبحانه وقتی که ما میریم نان خوردن خود سعی که در بکس خود میارن که باش وقت ضایع نشوه، یا هر کدامش میره سر کار خود یا کار شخصی خود، یا حتی بعضشان کارهای دستفروشی که در سر سرک میکنن. اما باز هم دشمنای دین ما شما، دشمنای کشور ما شما، اونا را هم آرام نمیمونن. این چیزی است که افغانستان رنج میبره، رنج از شایسته سالاری میبره که عدم تطبیق شایسته سالاری هست در جامعه ما. مسئولین بی کفایتی که امروز محتم ملی اعلان شده، به جای اینکه بیرق ما سرش خم باشه یا نیمه برافراشته باشه، سر مسئولین باید پیش مردم ما، پیش وجدان ما پایین باشه. به خاطر در سر بی کفایتی از اونا هست. اونا کسایی هستند که شایستگی و لیاقت از این مقام ها را ندارن، اما امروز آمدن بر گلوی ما و بر گلوی از کشور ما شما همیشه حکومت میکنن و چون این حادثه های هر روز بیشتر از دیروز رخ میدن. بدون شک بحث شایسته سالاری، وقتی که ما میگیم شایسته سالاری، قسمی که از نامش معلوم میشه از دو کلمه گرفته شده. یکی شایسته، خود شایسته یک صفت هست، یک صفت به نام به معنی برازنده، لایق، سزاوار. و سالاری هم به معنی بزرگ، سرهنگ، رئیس. یعنی شایسته سالاری بزرگ یا رئیسی که لایق و سزاوار باشه. تعریف بسیار خلاصی که ما شایسته سالاری داشته باشیم، شایسته سالاری میگه به شیوه مدیریت و حکومتداری گفته میشه که دستندرکارای از او بر اساس لیاقت، شایستگی، توانایی، مهارت و استعدادهایی که در باب از او کار دارن مقرر شوند، نه ای که بر اساس قدرت مالی، شناختهای قومی، شناختهای به حساب سیاسی، قدرت اجتماعی در جامعه، بحث قومی و بحث مذهبی. یعنی به این اساس باید مقرر نشوند. همو توانایی و همو استعدادی را که در عرصه مو کار دارن، همو تحصیلی را که در مو کار کرد ده همو بخش دارن، بیان مقرر شوند و در رأس از مو کار قرار بگیرن. خب ما وقتی که کشور افغانستان ببینیم، مشکلاتی که در هر عرصه است، در هر بوده است، اما یگانه دلیلی که امروز افغانستان در هر ارگان، در هر دولت ما میبینیم با موفقیت نمیرسه، افراد شایسته، افرادی که لیاقت و شایستگی زور دارن، به اصطلاح به مو چوکی یا به مو منصب خود گماشته نمیشن. امروز یک فردی را ببین، انجینر است و میره در وزارت دفاع، یک فرد در تحصیلات نظامی داره و میره در بخش ملکی. این مشکلات متعدد نمونی عدم تطبیق شایسته سالاری ما میتونیم کشور خود براش مثال بدیم. یعنی اگر شایسته سالاری به طور عام و تام در یک کشور به شکل درست تطبیق شود، یک کشور حالتش چنین چیزی نمیباشد. از تهداب اگر ما میخواییم شایسته سالاری در یک کشور تطبیق شود، کشورهای دیگر وقتی که ما میبینیم، جامعه دیگر وقتی که ما میبینیم، اطفال از اونا که به مکتب میرن از صنف 7 یا بالاتر از صنف 8، صنف 9، ایناش رشته بندی میشن، تقسیم بندی میشن. کسی که علاقه مندی داره به بخش ساینس، کسی که علاقه مندی داره به بخش سیاست، اینا به اصطلاح به موتو تقسیم بندی میشن، بالاخره در همو عرصه کار میکنن و در همو عرصه وظیفه به دست میارن. اما در افغانستان بدبختانه تا صنف 12 ما به یک قسم پیش میریم، بعد از او پهنتون میخوانیم، در رشته که علاقه مندی داشتیم یا نداشتیم، انتخاب ها هم به دست ما آزاد است. و بالاخره وقتی که فارغ شدیم، در هر بخشی که دست ما رسید، دست ما رسیدن به این معنا که از بود شناخت، از بود پول، از بود واسطه، که در کدام بخش میتونیم ما کار بکنیم، ما هم میریم در اون بخش کار میکنیم و وظیفه خود به دست میاریم، در حالی که لیاقت و شایستگی از وظیفه را نداریم. مشکلاتی که امروز در افغانستان موجود هست، دولت ملامتیش 100% هست، به هر اندازه که باشه او را ما دریغ نمیتونیم پتو پنهان بکنیم. اما هر فرد دیگر، اگر من هستم، اگر عادی ترین یک فرد جامعه است، مسئولیت دارد. خونی که دیروز ریخته شد، خونی که امروز ریخته شد، هر فرد ما مسئول هستیم، هم مسئول در مقابل خود هستیم، هم مسئولیت داریم در مقابل خداوند خود. چرا؟ چون ما از جمله افراد هستیم در یک جامعه. بس شایسته سالاری وقتی که ما میگیم چی ربطی داره برای هر فرد؟ امروز ما اگر یک دفتر مدیر هستم، اگر رئیس هستم، افراد شایسته را وقتی که ما مقرر نمیکنم، ما هم در نابسامانی کشور خود دست دارم، ما هم در ویرانی کشور خود دست داشتیم. پس مشکلاتی که سر زده یا رخ داده
در پالیزی که بی‌کفایتی دولت هست مشکلات خودم و مشکلات فردی هم بوده. کوشش بکنیم هر کس به اندازه توان خود مسئولیت خود ادا بکنه در هر بخشی که هست. اگر میتونه افراد شایسته را همیشه مسائل قومی مذهبی زمانی را مد نظر نباید بگیره، فقط بحث لیاقت و شایستگی را مد نظر بگیره که بتونیم خود ما افغانستان ان شاء الله برای جای برسانیم. دقیقاً در انتخاب رشته ها استاد، همیشه قسمی که شما هم اشاره کردین، ما رشته ای که میبینیم در درون ما استعداد که هست، توانایی که داریم، خلاف همو استعداد ما رشته را انتخاب میکنیم، یا به خواست خود ما یا به خواست فامیل. زمانی که یک وظیفه را انتخاب میکنیم، زمانی که یک مسئولیت میگیریم، خلاف رشته تحصیلی ما هست. این هم یا همو شرایطی که هست در زندگی ما، یا هم همچنان خواسته که خود ما داریم. این چقدر میتونم در قسمت شایسته سالاری یک فرد که همیشه در همو کاری که هست همیشه بتونه خوب بدرخشه، در همو شخصیت یا در همو جایگاه کاری که هستن، چقدر میتونه نقش خانواده، نقش دولت در این دخیل باشه؟ بدون شک بحث کار، وقتی که ما میگیم بحث کارآموزی میگیم، شاید برای بعضی‌ها بسیار عادی معلوم شود. میگم من میرم در وزارت مامور مقرر میشم، فکر میکنم کار کردن قلم است و کتابچه است، یاد گرفتن پیش بردنش بسیار آسان است. در حالی که شیوه کار، شیوه کارآموزی، یکی از بحث هایی که در بحث شایسته سالاری مهارت هایی که وجود داره بحث نوآوری هست. یعنی یک فرد شایسته سالار یکی از نشانه ها و علایمش است که او یک فرد نوگرا و نوآور باشه. کوشش بکنه همیشه در هر بخشی که کار میکنه، خدا کنه یک مامور بست 8 است، 7 است، 6 است یا یک رئیس است، همیشه نوآوری و خلاقیت در کار خود داشته باشه. نوآوری و خلاقیت ما در صورتی در کار خود میتونیم داشته باشیم که مطالعه دقیق، دانش دقیق، دانش مسلکی در بخش خود داشته باشیم. اگر ما یک فرد به اصطلاح درسش یا بینشش از بود اجتماعی و جامعه شناسی باشه، ما رو ببریم تعیین بکنیم مثلا در یک وزارتی که او وزارت بیشتر کارهای تکنیکی داشته باشه، مثلا وزارت معدن، مثلا وزارت زراعت، خوی فرد مطالعه نداره از اوجا، بینش نداره از اوجا، هیچ نوگرایی و جدید به حساب شگوفی را نمیتونه در اوجا رقم بزنه. همین است که به مشکل برمیخوره. آدمی که به حساب بحثی که شایسته سالاری بیشتر مطرح هستی از فردی که مقرر میشه در یک جای شایستی از اون مقام نمی داشته باشه و در او کار هم ناتوان می باشه، او از کار خود دل سرد میشه. همین است که کار به شکل درستش پیش نمیبره، غیر حاضری میکنه، به وظیفه خود نمیره، چون دل سرد از کار خود. برعکس، به طور مثال اگر ما یک آمادگی داشته باشیم در یک درس، فردا روزی که در صنف میریم بسیار با شوق و علاقمندی و درس کوشش میکنیم امرای استاد کمک بکنیم و تشریح بکنیم. اگر او درس ما یاد نداشته باشیم، خدا به حساب بسیار زیاد کوشش میکنیم، یعنی از اون صنف، از اون لحظاتش لذت نمیبریم، همیشه دل سرد می باشیم. چرا؟ چون ما درس مطالعه قبلی نداشتیم. بحث کار و بحث شایسته سالاری هم همین قسم است. وقتی که ما نوآوری، تعهد و لیاقت از او بخش داشته باشیم، بسیار با شوق علاقمندی، چون مطالعه قبلی داریم، تجربه داریم، میتونیم بیشتر در ورسه کار بکنیم. اما وقتی که چنین چیزها را نداشتیم، ما دل سرد میشیم از وظیفه خود. بحث خانواده ها هم نقش خود میدونه داشته باشه. بدون شک بزرگترین مسئولیت در بحث شایسته سالاری مسئولیت دولت هست. فاصله که امروز بین ملت و حکم دولت ایجاد شده، بین مردمش، عدم به حساب همین بحث تطبیق شایسته سالاری هست که مردم میبینن کشورشان در چی حالت است، درسی که نمیخونن، زحمتی که نمیکشن، اما یا میرن مهاجر میشن یا به صفوف مخالفین میپیوندن. شایسته از اینا نیستن، اینا شایسته از این هستن که در مچاوکی های خوب در بخشی که درس خوانن مقرر شون. مسئولیت دولت بیشتر است، اما مسئولیت خانواده ها، وقتی که ما میگیم خانواده ها هم میتونن، بس خانواده ها بیشتر نقش ایدئولوژیکی یا فکری میتونه باشه. نقش ایدئولوژیکی به خاطر از اینکه فردا روزی که طفل در خانه موجود هست، نوجوانی که در خانه موجود است، او هم میره سبا روز در یک دفتر، شاید یک آمر مقرر شود، شاید یک رئیس مقرر شود. در بحث خانواده اگر به شکل درست تربیت شده باشه، در خانواده قسمی برخورد شده باشه، هر کس مطابق و مقام شایسته و منصبش برخورد شده باشه، همراه مادر مادرگونه برخورد شده باشه، همراه برادر برادرگونه برخورد شده باشه، همراه همسایه همسایه گونه برخورد شده باشه، این بحث ایدئولوژیکی در ذهنش همیشه نهفته می باشه. فردا روز این هم وقت در رأس کار قرار گرفت، چون سرمنشأ گرفت، همیشه در ذهنش این گپ موجود هست، بحث احترام در ذهنش هست، بحث از این هست که کیره به کجا مقرر بکنه، بحث از این است که چه قسم کیره به کدام اندازه احترام بکنه، در ذهنش هست. این هم میای از امو ذهن خود، از امو داشته های قبلی خود استفاده میکنه، افراد خوبتر و بهتر را میتونه مقرر بکنه. اما وقتی که قدم میگذاریم در جامعه، بزرگترین مسئولیت مسئولیت دولت هست، مسئولیت کسایی است که در رأس نظام هستند، مسئولیت کسایی است که همیشه می کاروان امنیتی ما را، کاروان سیاسی ما را، کاروان تحصیلات ما را به پیش میبرند. اینا کوشش بکنند مسائل مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی را کنار بگذارند، کسایی را بگمارند که اونا شایستگی شده دارند. نیاز مبرم امروز افغانستان صلح است. ببینید یک مثال بسیار بارزه که امروز ما اعضای هیئت مذاکره کننده صلح برای شما بگویم.
کسهای در اوجا اشتراک کردن که یا در کمپاین ها همراهشون کمک و همکاری کردن یا بچه فلان سیاست مدار است یا بچه فلان سیاست مدار است. صلحی که ما امروز بسیار باش دیروز اگر حادثه صلح همه بود ما دیروز شاید چنین حادثه نمی بودیم. یعنی اولین نیاز افغان ها صلح است. از هر کس پرسان بکنیم میگه من صلح می خواهم. اما افرادی که رفتن لیاقت و شایستگیش تعداد محدودش دگرایش ندارن چون سرنوشت ما گیری خورده به تعصب، سرنوشت ما گیری خورده به ای که کی در کجا بر ما خدمت کرده، کی در کجا بر ما کار کرده، چقدر بر ما رای آورده. چون این چیزها را مد نظر میگیرن در حالی که افراد شایسته تر لایق تری که میتون از ما نمایندگی بکنه خصوصا از طبقه جوانای ما شما جوانایی که امروز دوجا رفتن عمو طرز و حساب جرأت گپ زدن در مقابل کامرا را ندارن اونا همین از ما نمایندگی میدونن. پس صلح در کجا در کشور ما میاد؟ صلح وقتی که نامد بدون شک ما هر روز کشته شدن میریم. کوشش بکنیم مسائل کنار بگذاریم فقط به خاطر خدا، به خاطر می اشک که یک مادر میریزه، به خاطر اشک که یک پدر میریزه. ما حادثه دیروز دیدیم، به خاطر از این اینا ما کوشش بکنیم مسائل کنار بگذاریم، یک تعهد ایمانی هم به خداوند داشته باشیم هم به مسلک خود داشته باشیم و هم او افراد را بگماریم که اونا بتونن یک کار موثر در او بخش انجام بدن که مشکلات ما کمتر شده. ممنون از شما سرازی تشکر دین اگر حرف باقی است میشنم. بسیار تشکر از شما لطف کردین ازی که دعوت کردین. همیشه کوشش بکنیم در برخورد های خود، در مقرری های خود، هر فرد مسئولیت خود داره. تنها ما نمیتونیم با ملامت کردن دولت مسئولیت از شانه های خود دور بکنیم. درست است دولت امکانات داره، ملامت هست، اما ما هم به عنوان یک فرد امروزی که یک تکسیران هست یک احترام متقابل برای دیگران میکنیم. شمایی که دو گوینده هستین یک تفاوت ایجاد میکنیم بین میمون. به این است که شما هم و ما هم به عنوان یک استاد اگر در مقابل دو شاگرد خود تفاوت ایجاد میکنیم به این است که ما کل ما در خرابی و ویرانی کشور خود سهم گرفتیم. کوشش بکنیم هر فرد مسئولیت خود انجام بده خصوصا در بحث شایسته سالاری، در بحث از اینکه کی در کجا میتونه موفق باشه. انشالله بتانیم یک کشور خوب داشته باشیم. انشالله آرزومند هستیم همه همین گونه باشن. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی رو با همه ایجاد تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم، ما رو همراه باشید.